سلام و رضایت، خیلی خوش اومدین به محیط استودیو. این هفته میخوایم یه ترک معروف که روی فیلم سینمایی کار شده از کارهای آقای هانس زیمر با صدای بیلی آیلیش به نام No Time To Die این رو با هم یه آنالیز بکنیم. کورداش رو خب کلن تونالیته گام در می مینور هست، یعنی سرکلیدمون یه فادیز داره. 6 تا دونه آکوردم بیشتر استفاده نشده در کل این قطعه. حالا من دونه دونه براتون توضیح میدم کورداش رو که فقط تو ذهنتون باشه که بتونید موقعی که اون نوت ورقه نوت که داره حرکت میکنه رو میبینید تو ذهنتون باشه. خب اولین کوردی که میخوام استفاده بکنیم می مینور 9، یعنی در حقیقت یک فادیز به آکورد می مینور اضافه میشه. دومین کوردی که تنها کورد نسبتاً پیچیده ایه که در این قطعه هست یک سی میج که یه دونه اد در حقیقت 11 توش داره، 11 پلاس داریم، یعنی C7M 11 پلاس اینجوری، یعنی یک فادیز به دو میج اضافه میشه. اینو تو ذهنتون باشه. خیلی وقتا برای کسانی که آکومپانیما میکنن لازم نیست همه اینا رو با هم بزنیم، ما میتونیم یه حرکت توش داشته باشیم. خب یعنی الزام این که همه این 5 تا صدا رو با هم بشنویم نیست. آکورد بعدی که استفاده میشه لا ماژوره، که حالا تو زمانی که شما دارید از همراه خواننده آکومپانیمان میکنید خب خیلی وقتا بهتره که 7 یا 6ش هم ازش استفاده بکنید. آکورد بعدی که داریم C7 B7 در حقیقت، یعنی یک سی ماژوری که لا داره توش، یه دونه نوت لا توش داره، چیز دیگه نه. چند جا دو ماژور استفاده شده، یه جا به صورت گذری از لا مینور استفاده شده. یعنی کل کوردهای این قطعه به این زیبایی 6 تا دونه بیشتر نیست، ولی خب مهم استفاده و توالی کوردس. کسایی که میپرسن برای توالی کورد چیکار باید بکنیم، خب همینا رو وقتی شما آنالیز میکنید کلی بهتون یاد میده که توی سیکونس یا توالی پشت سر هم کوردا چه جوری میشه از اینها استفاده کرد. معمولا میگردیم نوت مشترک پیدا میکنیم توشون و کورد بعدی رو به احتساب کورد اول استفاده میکنیم. خب برای اینکه بتونید هر هفته این آنالیز آهنگ ها رو ببینید، بشنوید و استفاده بکنید، من و کانالم رو در یوتیوب سابسکرایب بفرمایید. من امروز کلی توفق دارم، نمیدونم چرا. سابسکرایب کنید و هر هفته همراه هم باشیم تا بتونیم یک کمی حداقل گوش شنیداریمون رو تربیت کنیم، قطعات بهتری رو بشنویم. متشکرم، همراه من باشید. Was I stupid to love you? Was I
There's just no time to die.